کنسرت حسن کچله. من خواهشی که دارم و با افتخارم میگم، چون کچلی عیب نیست، آقایون جون مادراتون نرین مو بکارین، کار بسیار چیپ و افتضاحیه. میدونید چرا؟ چون اینجا ایرانه. شما یه اوم تاس بودی، کچل بودی، میری مو میکاری، فرداش بگن همون کچل است که مو کاشتی. ما بچه بودیم تو محلمون، یه بقالی بود تقی خالدار معروف، توی خاله گنده خیلی زایه رو صورتش بود، از بس میگفتن رو مخش بود، بالاخره رفت عمل کرد، از فردای اون روز بهش میگفتن تقی بی خال. گیر بود. ببخشید لحظه عزیزان، منو جوگیر نکنید. ممنون که دل کندید از دنیای مجازی امشب و اومدید در دنیای واقعی. چقدر تو این تلگرام و اینستاگرام و غیره و زالک به چرخی مد شده این روزا، میبینید که بیوگرافیشون وقتی میخوان خودشون معرفی کنن در اول صفحه اینستاگرامشون جملاتی مینویسن، آدم حیرت میکنه که اینا کیان؟ انقدر تکامل یافتن، انقدر به درجه از بلوغ انسانی و کمال معرفت رسیدن، چیزایی نوشته از خودش که طرف تا سفر میبینه میگه آدم خاصیه، فالو و بعد بره دایرکت میبینه چه خبره. دیدی؟ زیاد دیدی. دوستدار طبیعت، عاشق سفر. حالا عکس توی پیجش رو نگاه میکنی، یه گرز برداشته تو جنگل، همه حیوانا دارن فرار میکنن از دستش، ز همخونی نداره با هم داستان. عاشق تئاتر، سینما، هنر. چه سینمایی؟ سینما میبینید امروز شما؟ من سینما خودم رفتم، میری سینما میشینی، کسی اصلا به پرده نگاه نمی کنه، هر صندلی فیلم جداست، هر دوتا صندلی فیلم سینمایی کاملا جذاب، انقدر جذابه اصلا کسی نگاه به پرده نقره‌ای نمی کنه. بالاخره مشکل، گاهی اوقات می گفتن که مشکلات رو بعضی وقتها می بینیم گذشت زمان حل میکنه، بعد ما متوجه شدیم نه، همه این مشکلات رو زمان حل نمیکنه، خیلی از مشکلات رو مکان حل میکنه. دم تک تکتون گرم، واقعا شما خاص هستین از این جامعه‌ای که الان هنوز پای دنیای مجازی نشستن، گرچه الان دیدم که تک تو کویم اینجا مون تو هن، بیا بیرون این تو باش، بعد میگه که این تو چقدر بهتر از اون توه، جو لذت واقعی رو تجربه. عزیزان خواهش میکنم چراغا خاموش میشه، میدونم بعضیا خیلی دوست دارم بغل دستیشون به زور پاستیل نشه پون تو حلقش، چیپس و پاستیل گذاشتی بسه بذار وسط خودش فازش گرفت میخوره، این کارا رو نکنید، اینا الکی مهر به زور نمیشه. ما گاهی اوقات در همین دنیای مجازی نگاه میکنیم، چون اسمشو بردم دیگه، اصل ماجرا رو در میاریم. گرفتین چی میخوام بگم دیگه؟ همون اینشو میگم، هر دوش با عین شروع میشیم. اصلا نمونهش من براتون مثال میذارم، همین گربه هایی که میگن مجید مجید مجید، چه مسخره بازی را، اینا به کنار. کنسرت عدل دیدین؟ از تو جمعیت داشت میرد، یکی گفت مجید، عدل برگشت گفت برو برو. یه اصل ماجرا رو دارم، من نمیدونم باید چی بگه آدم به این داست، تا کجا میخوایم بریم شما؟ من از همه این مجیدهای داخل سالن عذرخواهی میکنم، در خصوص دنیای مجازی من بحث رو به این سادگی نمیبندم، چون تحت تأثیر، خدا رو شکر که ما ایرانی ها دیر با دنیای مجازی آشنا شدیم و الا هممون الان در مهد کودک و ابتدایی مانده بود سطح تحصیلاتمون، دیگه جلوتر نمیرم، وقتی غرق میشیم توی موضوع نگاه میکنی تو پیجای زرد همش از تصاویر جرم جنایت و دعوا، یا اینکه یک سری از این پیجای زرد فقط انگشت سوراخ میکنن تو زندگی خصوصی هنرمندا، که فلان خواننده از زنش جدا شد، رب با زن فلان بازیگر که جدا شده وضع شد، و این درد جامعه ماست. ببینید اوضاع چقدر فجیعه که انسان‌ها در این عصر و زمان دیگه با هم دیگه نمیتونن ارتباط برقرار کنن. که با منزلی که از دوستان خودم رفته بودم چند دقیقه، یه سگ گوگلی داشت، تا رفتم با من ارتباط گرفت،
نمیدونم چرا. من حیوانات رو دوست دارم. فردا قراره در مشهد ما رو ببرن قفس ببر تا ببرها ما رو مورد عنایت قرار بدن. اگر شد فیلمشو براتون میفرستم که چطور خورده میشم و شما لذت میبرید از اینکه من توسط ببرها صورت زنده زنده خورده میشم. سپاسگزارم. و تأسف انگیزی بعد از این کانال های تلگرامی برای جذب ممبر و مخاطب تبلیغات بسیار کثافتی میکنن. تیترهایی میزنن وحشتناک. تجاوز پیرمرد 105 ساله. آخه پیرمرد 105 ساله رو پاش میتونه وایسته که تجاوز بکنه به کی؟ بعد ادامه نوشتی تجاوز پیرمرد 105 ساله به جنیفر لوپز در توالت های عمومی برج میلاد. بعد نوشته خودم هم باور نمی کردم و قسم میخوره میگه بیا نگاه کن اگر نبود لف بده. چقدر اینو به درجه ادامه در همین اینستاگرام دوستی اومده بود عکس پسر خالش رو گذاشته بود توی پست که پسر خاله منه فوق دکترا بورسیه هاروارد گیرم پدر تو بود فاضل. تو را چه فضول و این افتخار هستن. منم رفتم براش نوشتم مرتی که این افتخار که پسر خاله تو فوق دکترا هاروارد بورسیه. ما کسی داریم در فامیل که جمله از حیوان نجیبی هست رو یه ضرب با آروغ میگه. آزوی با اینا هنره. برای ما بازی نهنگ آبی میسازن مرتی که ما خودمون نیسان آبی داریم. اندازه نصف جمعیت روسیه کشته گرفته تا حالا از ما. تو نهنگ آبی برای ما میسازی؟ و توجیه سازنده این بازی در روسیه اون جوان خوشفکر به حساب خودش چی بوده؟ گفته انسان‌های بیکار و علاف شایسته مرگن. این بازی برای ایران نیست. اگه برای ایران باشه نسل‌کشی باید بشه. اون برای جاهایی که همه سر کارن. چیزایی گاهی آقا و عکس‌هایی که از خودشون در همین صفحات خودشون میذارن من تعجب میکنم چطور این پولدارا کجا میرن این سواحل به این قشنگی که ماسه های سفید ریک های رنگی آبی دریا عکس که میگیرن بک گراندش مناسب وقت ما عکس میگیریم پشت سرمون پوست خربزه پوست پفک پوشک و نوار کاست پول. اینا نمیدونم به کجا رسیدن. همچین در ایران میان میگن کوالا. هی میان میگن کوالا کوالا. همچین میگن حیوان تنبلیه. انگار گوسفند 5 صبح از خواب بیدار میشه میره سر کار. چه ضرب المثل های ما ایرانیان باید با تمام دنیا فرق کنه. سال هاست میشنویم میگن شیر شیر است اگرچه پیر است. انگار شطور اگه پیر بشه خر میشه مثلا. جای تأسف واقعا وقتی در ایران یک زن خیلی خوب کار میکنه همه مردم میگن ماشاءالله این بانو مثل یک مرد کار میکنه. تقریبا گرفت است چون آیکیو ها با هم فرق میکنه. اما وقتی یک مرد در ایران خیلی خوب کار میکنه نمیگم دیگه بس هر کی گرفت گرفت هر کی هم نگرفت بره بعدن بگیره. اسم گذاری میوه ها در ایران برای من از بچگی جای سوال بوده. چرا رنگ زرد اگر قبل از آلو بیاد میشه زردآلو بعد از آلو بیاد میشه آلو زرد؟ و چرا همه پرنده ها نر و ماده شون یه اسمن اما مرغ و خروس فرق میکنه؟ سالها با همین افکار میخواد با خودم میگفتم یعنی چی؟ ما میوهی داریم به نام هلو. گفتیم خب هلو. بعضی ها گفتن هلو پوسکنده. گفتیم یعنی چی؟ گفتن حالا نمیفهمی. بعد گفتن هلو هسته جدا هلو هسته چسبونک هلو انجیری. بعد گفتن این شبرنگه. گفتیم یعنی چی؟ پس این چیه؟ گفتن این شلیله. همه شون هم طعم هلو میدیدی؟
شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو در کانال رسمی خودم یعنی حسن اندرلاین ریوندی ببینید. بیاد در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی منتظر شما هستم.